در پی امضای توافقنامه صلح میان مقامات کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی این کشور در ماه سپتامبر گذشته در هاوانا، روند آشتی در کلمبیا که سه بار در سالهای 84، 91 و 99 شکست خورده بود، پیشرفت قابل توجهی یافت. به این ترتیب به بیش از نیم قرن درگیری که افزون بر 260 هزار کشته، 45 هزار مفقود و 6 میلیون و 900 هزار نفر آواره بر جای گذاشت، پایان داده شد. اما نخستین پیمان آشتی با گروه فارک در جریان همه‌پرسی روز یکشنبه 2 اکتبر از سوی کلمبیایی‌ها رد شد. در این پیمان خل سلاحی بیش از 5700 تن از شورشیان و تغییر شکل این گروه شبه نظامی به یک جنبش سیاسی قانونی و نیز آتش بس دائمی پیش بینی شده بود. مخالفان به ناکافی بودن مجازات پیش بینی شده برای فارک اعتراض داشتند و با حضور شبه نظامیان شورشی در عرصه سیاسی موافق نبودند. آلوارو اوریبه رئیس جمهوری پیشین و رهبر اپوزیسیون کلمبیا که اردوگاه رأی نه را در همه پرسی نمایندگی می‌کرد، خواستار حبس شورشیان و امضای یک پیمان ملی بزرگ است. من به همه شما که همت کرده و توافقنامه ها را خواندی تبریک میگویم. شما که خواستار صلح هستید اما به پیمان هاوانا نگفتید. به جوانان کلمبیا میگویم که صلح چیز شگفت انگیزی است اما پیمان هاوانا دل سرد کننده است. پیروزی رأی نه در همه پرسی کلمبیا برای طرفداران رأی آری بسیار ناامید کننده بود، اما خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کلمبیا که ماه گذشته به خاطر تلاش‌هایش در جهت آشتی برنده جایزه صلح نوبل شد، اطمینان داد که آتش بس پا بر جا باقی خواهد ماند. اکنون ما باید برای انتخاب راهمان تصمیم بگیریم و باید گفتگو کنیم. صلحی که همه ما خواهان آن هستیم امکان پذیر است و می تواند در این موقعیت پایدارتر هم بشود. من دست بردار نیستم و تا آخرین دقیقه از دوره ریاست کشور به تلاش خودم ادامه می دهم. گرچه امید آشتی با شبه نظامیان فارک با رأی نه در همه پرسی متزلزل شد، اما گفتگوها میان طرفین ادامه دارد. روز 28 اکتبر 7 آبان گفتگوهای دیگری در کوبا آغاز شد. طرفهای درگیر تصمیم گرفتند مسیر گفتگو را ادامه داده و آشتی نامه را اندکی تغییر دهند. روز 12 نوامبر 22 آبان توافق جدیدی میان دولت کلمبیا و فارک به دست آمد. دولت میگوید تغییر در پیمان جدید شامل 56 مورد از 57 مورد اعتراضی اپوزیسیون بوده است. آتش بس با فارک تا پایان سال جاری میلادی تمدید شد، اما اپوزیسیون کلمبیا نسخه جدید توافق را رد کرد. موافقان پیمان جدید میگویند کنگره از رأی مردم برخوردار است، زیرا نماینده استانهای مختلف کشور است.